سرخط خبرها خدمات علاقه از شرکت های موبیلی خواست ارزش ترافه ها را گران نکنند. مرگ یک افسر نیروهای مرز بونی تاجیکستان نزدیکانش میگویند او بیمار نبود. 18 کشته و 130 زخمی در حمله موشکی روسیه به اوکراین. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوب و خوشید و نویدی با امدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 25 ینور است. خدمات علاقه تاجیکستان در اظهارات رسمی خبری گرانشوی ارزش ترافه ها رو شرح داده، از شرکت های موبیلی کشور خواست اقدام بالا بردن نرخ و ارزش ترافه ها رو برای مشتریانشان بیکار کنند. اینی ها در صفحه تلگرامی خود خبر داده نوشته است که دوامی چند روز تمامی اپیراتوران علاقه موبیلی ارزش و نرخ ترافه های خود را بلند برداشته اوید به این اقدام اسمس پیامک به مشتریان فرستادند. چون این عملی اپیراتوران موبیلی در جامعه مخصوصا شبکه های اجتماعی واکنشی منفی را به بار آورد، نوشته است این نهاد. 22 ینور اکثر شرکت های موبیلی به مشتریان خود پیامک فرستاده آنها را آگاه کردند که نرخ خدماتشان تا 10% قیمت می شود. این تصمیم شرکت های موبیلی نگرانی مشتریان را به بار آورد. خدمات علاقه از مشتریان شرکت های موبیلی خواست پیامک های شرکت ها را در رابطه با بلندشوی ارزش خدمت رسانی های علاقه موبیلی نادیده بگیرند و با استفاده بری ترافه های خود با ارزش فعلی ادامه دهند. مقامات می گویند شماره عمومی مشتریان شرکت های موبیلی از 8 میلیون نفر بیشتر بوده، از این قریب 6.5 میلیون آنها فعالند. یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان شب 23 ینور در بیمارستان اصفهان جان داده است. بزرگ مهر عمرف 29 سال داشت. مقامات سبب مرگ او را به والدینش فشار مغزی گفتند. پدرش تویچی بای عمرف روز 24 ینور گفت بزرگ مهر از سلامتی شکایت نداشت، اما همزمان به تشخیص جسدی او اجازه نداد. در همین حال یک منبع آگاه از قضیه خبر داد که بزرگ مهر عمرف را در بیمارستان دید و یک طرفی رویش داغ سیاه داشت. مقامات رسما در این باره شرح ندادند. بزرگ مهر عمرف از شهر پنجکند 8 سال باز در صف نیروهای مرزبانی وابسته به کمیته دولتی امنیتی ملی کار و خدمت میکرد و تا رتبه افسری کلون کپیتان رسیده بود. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت در نتیجه حمله گسترده موشکی روسیه به کشورش که 23 ینور صورت گرفت 18 نفر کشته و 130 تن دیگر زخمی شد. زلنسکی افزود احتمال تعداد قربانیان این حمله افزایش یابد. عملیات نجات در خارکوف ادامه داشته، خرابه‌ها را برطرف میکنند. با گفته رئیس جمهوری اوکراین در این حمله بیش از 200 انشاءات از جمله 139 بنای بلندوشانه زیست کشورش آسیب دیده است. ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه روز 23 ینور با استفاده از موشک های بولدور به اوکراین حمله کرد. ارتش روسیه جمعا 41 موشک سر داده، نظام دفاع هوایی اوکراین 21 تای آن را سرنگون کرده است. کوچانیدن تانک مشهور دوشنبه و هم یادگاری شرکت تاجیکستانیان در جنگ جهانی دوم از مرکز دوشنبه سر شد. آن را از جایش برداشته در باغ غلبه در تپه های شرقی پایتخت استوار میکنند. حالا در این باغ بنیادی مجمعه ادامه دارد. گزارش اسکندر فیروز و برای دوسفی در همین موضوع است. طبق نقشه ای که کارگران این ساختمان به عهده گرفتند، ساختمان این مجمعه سال آخر سال 2023 شروع شده، قرار است 1 می سال جاری به انجام برسد و در اینجا همون تانک مشهور گذاشته می شود و در بالایش دو مناره بلندی که حالا از فضولات آماده شده نصب می شود. مجسمه تانک شوروی که اول از دو مناره بلند و گلاستراها بر فراز آن عبارت بود، مال شهرداری دانسته می شود و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان تنها نگاهبین آن را در سالهای اخیر انجام می داد. سال 74 همین وقتی که تانکه موندن من شوفیر بودم. همینجا سنگ شغال میکشیدم همینجا من. سال 74. تانکه در این چپایف بود. همشه طرف همون افغانستان بودن و اینجا همینجا یادگاری موندن. هدفی به باغ غلبه کوچ دادن تانک و تخریب مجمع بنیاد روی دو طبقه‌ای در جای آن می باشد تا حرکت نقلیات در این گره کوچه اساسی شهر آسان تر شود. برای همین اوست یک روز نوست نکرده، اما تایور کرده. من
управление внутренних делом авал поймба сохта. Сонин гирду атрофа тоже карда. Ро васия мукранки мощная кадар мчуба дарна мона ту гуяштарава. Ама чиз бару дих. Буди ахе танка ахе джош ахе марказ шар неку ахе. Я вахто ахе хоп холи бу там джо. Я аму боги оливай не бу боги галаба. Он вахто ики танка монданду شهرداری در یک نشست خبریش گفته بود که تخریب و بازسازی خیابان‌های پایتخت عاری از انگیزه‌های سیاسی است و این امر تنها در چارچوب گن پلان صورت می‌گیرد. قریب 4 سال پیش در دوشنبه در محل بیمارستان قریه بالا و محله 112 دو استاکاده یا بالاراها ساخته شدند که یکی سه و دیگری دو طبقگی است. برخی این را پیشرفت و آبادکاری می نامند و برخی دیگر از بین رفتن سیمای قدیمی شهر. بیننده های عزیز، اگر شما هم گفتنی دارید زیر همین ویدیو در یوتیوب به ما نویسید. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان ماهی اپریل امسال با سفر دولتی به تاجیکستان میآید. این نکته در برنامه کاری حکومت تاجیکستان برای نیم سال اولی سال 2024 ذکر شده است. مقامات تاجیک و ازبک تا این دم درباره جزئیات سفر چیزی نگفتند. در برنامه کاری حکومت تاجیکستان تنها اشاره شده است که وزارت کارهای خارجی و خدمات تفتیشات مسئول سفر شوکت میرزیویف هستند. میرزیویف باری آخر ماه سپتامبر سال گذشته به دوشنبه آمد و در جلسه رهبران کشورهای آسیای مرکزی شرکت کرد. روابط دوشنبه و تاشکند در سالهای رهبری اسلام کریموف سرد و مرزها بسته بود. این روابط بعدی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف در سال 2016 بهبود یافت، ولی هر دو کشور سالهای آخر برای سرکوب دیگر اندیشان، پخش گردی همایی‌های آسایشته و بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران و بلاگران تنقید می‌شوند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می‌شود که مهمترین تحولات تاریخی 25 ژانویه را در زمان‌های گوناگون فرا می‌گیرد. نظامی گنجوی شاعری که میگویند یکی از بهترین آفرنده های داستان عشقی لیلی و مجنون است، 9 عصر پیش زیسته است. شاعر و متفکر فارس و تاجیک و زاده شهر گنج امروز افتخاری ادبیات کلاسیکی آذربایجانی ها هم به شمار می رود. تا امروز دیوان اشعار و داستان های خمسه عبارت از 5 اثرش، مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندر نامش رسیدند که از نمونه های بهترین رویه تصوف در ادبیات به شمار می روند. مقامات در تاجیکستان ژانویه سال 2017 گفتند در این نزدیک 2000 مسجد را بستند و دلیل این تصمیم به گفتهشان شکایت ساکنان محل های اطراف این مؤسسه ها بوده است. ولی حامیان آزادی وجدان گفتند در اصل این تصمیم خود مقامات بوده، هدفش محدود کردن شمار مؤسسه های دینی و عبادتگاه های با تشبس مردم ساخته شده می باشد. سازمان های حامی آزادی وجدان تاجیکستان را برای طرف محدود کردن حقوق نمازگزاران مسلمان و برخی دیگر گروه های دینی تنقید می کنند. در تاجیکستان انداز ارزش اضافه شده در ساحه ساختمان بالا برده شد. اگر تا پایان سال 2018 این انداز 5% بود، بعد ژانویه سال 2019 تا 18% افزایش یافت و به طور مستقیم به نرخ منزل و خانه های نو تاثیر گذار شد. دسترسی به زمین و خانه و صفت بدی بناهای نوبنیاد یکی از مشکلات داغ تاجیکستان در سالهای استقلالیت شد، چون افزایش اهالی در کشور کم زمین احتیاج به سرپناه را پرشدت میکند. امروز 1000 روبل با 123.90 درهم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1095 سومونی و 100 یورو با 1192 سومونی ایواز می شود. بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو تماشا کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این رو در وبسایت رادیو آزادی در سراغه آزادی.org و صحیفه های آن در شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.